فرید بله. یک کاری برای من تو دفتر مجلتون دست و پا کن. میرفتی یه زن پولدار میگرفتی ها؟ الهام. بله. این که خانومه. خواستم که خانم تلیخون از این قضیه بویی نبرن، نفهمن. آخ آخ آخ، پس بگو چرا با اون خانم. ها. سلام خانم تلیخون. یعنی قصد ازدواج ببینیم دارن اول؟ ایشون آمادگیشو دارن؟ یه جور نشه که اون مخ... بله. بله. این آشناتون کی هستن؟ همایون. ولی اگه اصرار دارن باید بکنم. نظر شما راجع به ازدواج دوم چیست؟ خیلی خوبه. ببینم این قضیه تو خانواده مشکلی نره. دیگه چیکار میشه کرد دیگه؟ من تلفنو برمیدارم، خونه آقا فریدو میگیرم و به خانومش همه چیو میگم. آقای کابوسی؟ بله. راستی راستی میخواییم به خانمش حرف بزنی؟ آره دیگه. پس نبذارم هر غلطی که دلش میخواد این آفرید بکنه، من هر جوری شده زندگی اینه باید نجات بدم. آقای کابوسی، میدینی شما اگر این کارو بکنی اوضاع قاراش میشه، از اینی هم که هست بدتر میشه. یعنی؟ اگر خانمش بفهمه صبح سحر سحر خروزخونا دم محضر پتو انداخته ست طلاقه. چی میگی تو؟ ما نمیتونیم هیچ کاری نکنیم، دست رو دست بذاریم بیشینیم همینجوری؟ بابا زن این بنده خدا باید بدونه چه بلایی داره سرش میاد، نباید بدونه؟ آقا میگه ما نخوردیم نون گندم ولی دیدیم دست مردم. من اگه جای شما باشم قبل از اینکه با خانومش حرف بزنن گوشی رو میدم دست مادر خانومش. مادر آقا دلسوزی میکنه، میره یه جوری جلوی دختر میشینه صحبت میکنه، بالاخره نمیذاره که مفوف زندگی دخترش حروم بشه، میره باشون حرف میزنه. شاید من کجا معلوم مقصر اصلی دختره باشه، اینا رو سر عقل میاره، نصیحتشون میکنه، دعوا میکنه، یه جوری راسوریزش میکنه قضیه رو. به نظر من اینه. بعدم نمیگیم مثلا خوب سخرانی میکنم. خب شماره این مادر خانمشو ببینیم. شماره مادر خانمشو؟ من شماره مادر خانمشو ندارم، ولی میتونیم از خانم دلخون بگیریم. خانم دلخون شمارهشو من ندارم. من از کجا خانم دلخون؟ وایس ببینم کجا میری؟ چی؟ نمیخوام آقا شک بکنه، نمیفهمی؟ همون گندکاری که صبح کردیم بر هفت پشتمون بسه، اینه دیگه قاطی اون نکن. خواهش میکنم. چرا مثلا ندیم تلفن از فرید بگیری؟ آقا من دارم بهت میگم از خانم دلیخون نمیخوام بگیری، میگم از فرید بگیرم، نمیخوام شک بکنم. آقا جون من به قشنگی میرم شماره تلفن از فریده میگیرم. خب. شما کیف کنی که اصلا خودش نفر شماره داده من یا نه، اصلا نمیتونم بهمون شک بکنه. من رفتم چه جوری آخه؟ میگیرم شما منو به پا. نگاه کن ببین منو. بله برو داشته باشی من. ببین منو. خسته نباشی، چایی دبش دشنمه وسط اردم کیف کنی. با این حرکت، حرکت چی قشنگی بود آقا منو. دفت درد نکنه، سر شما درد نکنه. یه خواهش ازت داشتم. بف شماره تلفن مادر خانومتو میخواستم. چی؟ شماره تلفن مادر خانومی. بله شماره تلفن مادر خانوم منو برای چی میخواستی؟ من شخصا یه کار خصوصی باش داشتم. یه وجبی؟ تو چه کار خصوصی با مادر خانوم من داری ها؟ بجبه شما آقای کابوسی باش کار خصوصی داره، من نه. آقای فرید، برای کدوم چه مشکلی؟ مسکن کسی رو فرستادی؟ طوری شده؟ فرید نوکردم تمومش. چی رو تمومش کنه؟ این آقا رو که میبینی اومده اینجا شما آقای
ولش کن بذار بره بابا. اون آقای کابوسی نمیخواست که ایشون بفهمه. آقای کابوسی واسه چی باید یواشکی شماره تلفن خاله ناهید منو بگیره؟ شماره یکی رو میخواسته؟ بابا جان آقای کابوسی شماره تلفن خونی شما رو میخواسته که با خاله ناهید صحبت کنه. بچه هم شما خبردار نشین. چرا؟ این چیزی که نباید ایشون بفهمه که اول از همه فهمید که من خودم صبح همه چی رو فهمیدم. آقا من چه میدونم هم آقای کابوسی با خواهرم چی کار داره. راستی راستی میگی؟ شما میدونستی؟ بله قبلا که بهتون گفته بودم. بفرمایید این شماره تلفن ما، به آقای کابوسی هم بگین زودتر به خواهرم زنگ بزنه. چرا زودتر نگفتین آقا؟ آقا من جرالی که وقت وقت این حرفا نیست دیگه. من اینجا وایسادم. آره راست میگی واقعا که الان وقتش نیست. من چایی دم کردم، میترسم چایی بجوشه. من رفتم. موضوع چیه؟ موضوع چیه؟ چیز مهمی نیست، بعدا خودت میفهمی. یعنی چی؟ من نمیفهمم بابا. یکی به من توضیح بده این آقای کابوسی شماره تلفن خاله ناهید واسه چی میخواست؟ آخه شما مثل اینکه ندارید. نه فکر کنم آقای کابوسی میخواد یه توک پا با یکی از همکارا بیاد خونه ما. برای چی؟ امر خیره. امر خیر آقای کابوسی با خاله ناهید؟ دارم برات رئیس، دارم. دستت درد نکنه خاله دیگه، ما چوغندری. خب خانم دلیخون دقیقاً میدونه که فرید داره یه زن دیگه میگیره. بله خب اتفاقی فهمیده. یه جوری داشت حرف میزد که فرید نفهمه اون همه چی رو میدونه. بیچاره زنش، بیچاره زنش. نفهمیدی که میخواد طلاقش بده یا میخواد حبو بیاره سرش؟ نه من نفهمیدم، ولی خانم دلخون گفتش که هر چی زودتر یه زنگ به خواهرشون بزنی. خب این که الان میزنم. آها من فکر میکنم حتما خواهره چیزی ندونه ها، یا اینکه این طفلک نتونسته بهش بگه، خواسته ما بهش بگیم خبرش بدیم. به هر حال عجب داستانی شد. عجب. آقا ما حیرونیم. این خانم دلخون وقتی که داشت با من حرف میزه خواه. من فکر کردم الان ناراحت میشه، دیدم نه خیلی هم خوشحاله. خب این یا حتما جلوی تو داشته نقش بازی میکرده که فرید شک نکنه به چیزی، نفهمه شما داری چی به هم دیگه میگید، یا اینکه میخواسته خودشو جلوی تو حالا ناراحت نشون نده. آدم چه میدونه، مردم ظاهرشون حفظ میکنن. یعنی همه این کارایی که ما کردیم آخرش میشه اینه که هست. ماما تلفن تو اونجایی؟ من بیام تلفن بردارم. چی تنبلی گلا. الو الو، منظر خانم دلیخون؟ بله بله، بفرمایید. شما حال شما خوبه خانم؟ خیلی ممنون، بفرمایید. کیه؟ من کابوسی هستم، مدیر مسئول هفته‌نامه شهر قشنگ. بله بله، خوب هستین؟ به لطف شما. حقیقتش من مزاحم شما شدم که یه خواهش میکنم بفرمایید. حقیقتش من مزاحم شما شدم که یه خبر خیلی خیلی مهمی رو به حسب وظیفه خدمتتون عرض کنم. بفرمایید. خواهش میکنم، من گوش میدم. اول باید به من قول بدین که آرامش خودتون رو حفظ کنید و خونسرد باشید. هیچ کس هم فعلا چیزی نگید. چشم هیچکی. چشم، بفرمایید. شما اول به من قول بدین بعد من خدمتتون میگم. به خصوص تاکید دارم که خانم فعلا دختر خانومتون به هیچ وجه از صحبت‌های ما خبردار نشه. ببخشید آقای کابوسی، من خودم دختر خانومشون هستم، من خانم دلیخون نیستم. چرا قطع کردی؟ افتضاح شد. منو چی نگو که افتضاح شد. زنشو با مادر خانومش اشتباه گرفتم. ای داد بیداد. چی قطع کردی؟ ای داد بیداد. چی کار میکردم؟ به خود خانومش میگفتم که آقا فرید داره مجددن ازدواج میکنه. نمیدونی؟ چرا قطع کردی؟ حالا میگه با چرا قطع میکردی؟ به آقا فرید گل گلاب عزیز دلم، همین الان ذکر خیرت بود پیچ پات با من میشتش مصابت میکردیم. آقای کابوسی این حرکت حرکت قشنگیه، شما خجالت نمیکشین؟ شما جای پدر منین، زنگ میزنید خونه ما مزاحم میشین؟ آخه این چه کاریه؟
خانم من الان فنگ زده میگه شما با مادر خانم من کار خصوصی و مهمی داشتین. تا فهمیدین که خانم من بوده بلافاصله قطع کردین. چرا همچین کاری کردین؟ چرا؟ من نه ببین من نه بابا من تلفن خوب خودش قطع شد دیگه. تلفن خودش بله خودش قطع شد. خودش قطع شد. بفرمایید با مادر خانم من چیکار داشتین شما؟ چیکار داشتین؟ بله چیکار داشتین؟ چیکار داشتم من؟ من کاری نداشتم، چیزی مهمی نشده که حالا اینجوری جوش آوردی. سلام علیک کردیم، کار مهمی نبوده. چی در جو دست؟ ندیده و نرفته و ندوخته سلام علیک کردیم. بله. تلفن مادر خانم اسمو بدید من میخوام بهش زنگ بزنم. بزن باشید. خوبه همچین کاری بکنم. بزن! بده تلفنش بدید من زنگ بزنم دیگه. عزیز من بیا پایین. بالاخره ایشون مادر خانم شماست، خاله شماست. نمیدونم مادر خانومت هم که هست، خواهر خانم دلیخون ماست. مگه میشه ما این فراموش بکنیم؟ به هر حال ما یه وظیفه شناسی باید داشته باشیم. خب یه زنگ زدیم یه حال احوالی ازش کردیم، مگه چی شده؟ مثلا به وظیفه‌مون هم عمل نکنیم؟ ما سالی ماهی یه بار زنگ نزنیم بهش؟ دست پیش گرفتی که بس نزنی؟ یه چی طلبکاری از ما؟ چی شده مگه؟ خیال میکنه زمین با آسمون اومده. نمیدونم چرا زنگ زدی؟ زنگ نمیزنی؟ میگن نمیزنی. زنگ میزنی میگن چرا زنگ زدی؟ خب زدیم احوالشو بپرسیم. مگه چیکار کردیم؟ شه. ببینم تو اون مقالت تموم کردی؟ اینجا هم که شطور با بارش گم میشه. من نفهمیدم بالاخره این خانم دلیخونو ببین چه بعضی بر من جا میکنه. چیه؟ تو این خانم حالا چیه همقدر جون شوردی؟ خیلی خب میگم بگم به طریقتو میخوای بدونی چی شده؟ یکی از همکارای خودمون میخواد بیاد خواستگاری خانم دلیخون. تمام. نه. از منم خواسته. بله از منم خواسته که بریم یه روزی خدمت مادر خانومت، بزرگ خانواده، خواهر بزرگ خانم دلیخون، باش سلام اصلاحات بکنیم ببینیم اصلا اجازه میدن نمیدن. همین بوده دیگه. حرکتتون خوب حرکتی بود رئیس. چرا به من نگفتین؟ خب اون به ما میگفت نفهمه فرید. نه اون از ما خواست که به تو نگیم. عزیز من صد دفعه هم گفته نکنید این کارو. خب به خانم دیگه مادر خانم تن میگفتیم به تو میگفتن همه چی لو میرفت دیگه. نگفتیم. رئیس حالا این شوهر خاله ما کیه؟ شودامات شودا شودامات کیه؟ الان که بهت نمیگم که رئیس این چه کاریه؟ نمیگم جون فرید. امکان نداره رئیس. فرید رو کفن کنن. این تنو کفن کنن نمیگم. خدا نکنه رئیس. نمیتونم بهت بگم بابا. من که بالاخره میفهمم که رئیس. آقا جون از من خواسته گفته نگی به هیچ کس. آه نمیگم. خودت بعدن که اومدی خواسته اومدیم خواستگاری میبینی میشناسیش دیگه، میفهمی کیه. الان بهت نمیگم رئیس. حالا کی میاد خواستگاری؟ خواستگاری ببینم مگه عموی خانم دلیخون نمرده؟ رئیس چقدر خبرها دیر میرسن. 4 ماه پیش فوت کردن. چی؟ 4 ماه شد؟ آه پسر انگار دیروزه. عجب میگذرم. خب اینطوری باشه که تا سالش هم نمیشه کاری کرد که. رئیس ما همچین رسمی نداریم که. رسم خانواده ما میدین چجوریه؟ وقتی 40 تموم میشه دیگه بادا بادا دیگه تمومه دیگه. خیلی رسم بدیه. چرا؟ رسم خوبیه. اصلا میدیم چیکار میکنیم رئیس؟ من میرم همین امروز با مادر خانم اینا صحبت میکنم، روز خواستگاری رو تعیین میکنیم و بعد شما تشریف. نه 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 اصلا و ابدا این کارو نکن که ناراحتم میکنی. نه به خانومت، نه به مادر خانومت، نه حتی به خانوم دلیخون هیچی نگو. چرا؟ هیچ. چرا؟ این که من بهت میگم دیگه. خب تو اجازه بده من آخرین صحبتامو با این بابا بکنم، با این دوستمون حرفامو باش بزنم، قرارمدارا رو بذاریم همونطور که خودش گفته. قرارمدارای گشتی من مطمئنن بهت میگم. خود من در جریان میذارم دیگه. ان شاءالله که جدیه دیگه، مشکل پیش نمیاد. مگه میشه؟ من دارم به تو میگم مرد حسابی، مطمئن باش. جدیه جدیه. عقد عروسی چیزیه. به 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 به. آقا منو چه گل با صفای با عشق. خیلی چاکریم آقا منوچ. صفا آوردی. بفرمایید رئیس. بفرمایید دهنتون شیرین کنید. خوبی آقا منوچ. خیلی مخلصیم. بفرما بفرما. بفرما. آه. قدیمی ها راست گفتن ها، یه بوم و دو هوا. آه اون مال قدیمی ها بود. خیلی شنگول منگولی بر بنگولی. حالا داشته باش عبه ی انگوریمو. واو 3-4 روزگه که اینجا شیر میخوریم. آقا فرید جان، فرید جان
جانم به شما گفتم که حالا تا ببین هیچی نمیخواد رو فعلا به کسی هیچی چی به قول یارو گفتم چی داداش چی خیلی خوب منو چون برو شما چا یار هیچی نگیم نفهمیدی کدوم یکی از همکاراتون میخواست بیاد خواستگاری خاله نسرین؟ نه بابا هر کاری کردم آقای کابوسی نگفت که نگفت الهام یه وقت تو هم نری بگی به مامانت اینا نه به مامانت نه به خاله نسرین بگی آبرون میره چون آقای کابوسی به من گفته نگو به هیچکی منم به هیچکی نگفتم چون تو میدونستم خیلی خوشحال میشی به خیال خودم آدم کار خوبی کنم نگی یا آفرین پس خودش زور زنگ زد واسه چی زنگ زده بود که همینو بگه دیگه آره زور زنگ زده بود که از مامانت بپرسه که خاله نسرین قصد ازدواج داره یا نداره همین دیدی که تلفن قطع کرده انقدر میخواسته حرف نزنه تلفن قطع کرده هول شده وقتی آره. گوشی رو برداشتی مگه قطع نکرد آره قطع کرد پس ببین خیالم راحت دیگه نمیگی دیگه نه من به هیچکی نمیگم فرید خیالت راحت به هیچکی نگو بگی خیلی حرکت قضیه فرید راجب کار تو مجلتون چی اصلا حرفی نشد چرا اتفاقا مشخصات تو پر کردم خب. دادم آقای کابوسی خب. یه نگاه کرد خیلی هم خوشحال شد گفتش که یا تو هفته نامه خودمون یا توی هفته نامه دیگه براش کار جور میکنم هفته دیگه یا تو هفته دیگه آماده میشه تقریبا راست میگی آره. وای اگه بشه عالی میشه بابا چقدر تو آشپزیت خوبه واقعا نوشه جونه خیلی خوب شده نوشه جون من باید شام کم بخورم دارم شاق میشم بابا بخورم نه دیگه من نمیخورم دفت درد نکنه مایش میکنم نوشه جونت پس خیال من راحت باشه که تو نمیگی دیگه فرید تو دست نزن تو نمیخواد جمع کنی چرا؟ تو برو بشین اخبارتو نگاه کن من خودم جمع میکنم میشویم؟ نه من میزم تو ظرفشویی بعد اگه تو حالشو داشتی من بشویم من چون پام درد میکنه تو بشوی باشه ببین الهام گفتی نگفتی یا من به هیچ کی نمیگم فرید من برم اخبار نگاه کنم ببینم چه خبره خیالت راحت باشه به هیچ کی نمیگم ماما بیا چیه؟ میدونی امروز آقای کاووسی برای چی زنگ زده بود؟ برای چی؟ میگم آ حالا شما میگین همه چی به خوبی و خوشی پیش میره معلومه کیو بهتر از تو میتونه پیدا کنه آره من خودم هم همین فکر رو میکنم ولی دلم شور میزنه چرا؟ آخه میدونین نمیدونم که اصلا میخوام نمیخوام بعدم اگه همایون پشیمون بشه چی؟ خب پشیمون بشه مگه خواستگار قحطه هزار تا بهتر از اون اگه بهتر از اون میاد که خب پس به این جواب رد بدیم بابا من همینطوری یه چیزی گفتم که تو خیلی ناامید نشی تو هم باورت چوگو یعنی بهتر از این دیگه نمیاد شاید بیاد ولی حالا این حی و حاضر آره منم همینو میگم چیکار کنی که پس حتما بیاد حتما میاد دیگه مگه خودت نمیگی که آقای کابوسی جلوی همایون به تو گفت آره خیلی خوب فریدم که گفت آقای کابوسی زنگ زد اینجا میخواست با من صحبت کنه در ارتباط با همین موضوع پس حتما میان دیگه ما فقط باید سعی بکنیم که یه مراسم همچی بی حرف پیش البته یه مراسم جمع و جور خودمونی را بندازیم یه خطبه عقدی بخونیم و کار رو تموم کنیم به سلامتی تا اینکه پشیمونش نکردن کیا؟ خب بین همه آدما یه مش آدم حسود و بخیل بالاخره پیدا میشه دیگه چقدر دلم شور میزنه کاش که زودتر این ماجرا تمام میشد میخواین خودم فردا برم به همایون بگم وای یه وقت آبروریزی نکنی ها تو بعد از فردا میری دفتری خود قیافم بگیری یه خورده جدی و اینطوری اینجوری بری ها مصیبت که سرت نیومده اون چه قیافه ایه یه خورده نرمتر راحت نه قیافه نگی فقط خودتو خیلی مشتاق نشون نده همین نه خیالتون راحت باشه من تا حالا 100 دفعه تو دفتر به همه گفتم خیال ازدواج ندارم ای بابا پس اون بنده خدا از کجا بفهمه که تو حاضری ازدواج بکنی از ازدواج بعدت نمیاد ها چجوری باید بفهمی
نمیتونم، پس چی کار کنم؟ خب من میگم که یه خورده غیر مستقیم یه کاری بکن بفهمه. چی مستقیم؟ نه ببینم اصلا این همایون واقعا پسر خوبیه؟ خیلی. آقا منو چه دست به گله نزن، به سر جاش. به کی؟ با شما هم بزن سر جاش گله رو. گلو؟ آره دست بهش نزن. یعنی چی دارم؟ مگه من وبا دارم میگی دست بهش نزن؟ بابا جون گله ما رو همایون میاد ناراحت میشه. ما رو همایون بود که چه بهتر. این همه چای دبش دشنمه دادم بهش، خوردار این گلش مال من. آقا منو چه ببین اون همینجوری با تو مشکل داره. خب بعد گلشو بیاد ببین دست زدی ناراحت میشه، بعد میاد اونجا داد بیداد میکنه. من گفته باشم بنفشه گلیه گلی درمو چه بوی داره. منو چه؟ بند... جانم هم بسرش بسر بزرمو بابا... کیف کنیم. چی میگی بذار سر جاش؟ من خودم برای یه دسته میگی یه گردو مرا نزن. دست نزن چیه؟ دست به اموال مردم نزن. این گل خدا گفته هر جا دیدی بو کن. به به اینی که کندن دیگه مال منه. ببین خودم برات یه گلدون میخرم، اونو به سر جاش باشه. یه گلدون گنده خودم برات میخرم. یار طبیب بودی سر خود دوا نمودی، یه گل میخریدی از خودت. به به چه عالمی داره. برو بریم آقا منو چه بابا یه دقیقه ببین میگم این گوله رو بر ندار، میاد ناراحت میشه. ببین من دارم بهت میگم. برای چی ناراحت میشه؟ آخه این گوله قضیه داره، تو که نمیدونی که. چه قضیه‌ای داره؟ یه قضیه داره بسرش. جوابشو خودم میدم، هر قضیه‌ای هم میخواد باشه باشه. آخه سپرده به من. نه خیلی سپرده به ما. ببین ببین من چوری ببین اون که با تو ببین عزیزم این حرفا چی داره؟ نه یه شاخه گلی حرفا رو نداره که. خب یه دقیقه گوش کن حرفا من ببینم چی میخوای بگی. ببین اون که دیگه همش طور میاد اذیت میکنه، من دلم نمیخواد دوباره تو بیشتر از این اذیت کنه. من که دوست نداره بزن اون یه دور دیگه اذیت کنه. بابا آخرش رو میگم چی میخوای بگی؟ هیچ چی، من میگم گلو به سر جوشو نمیذاری. نمیذارم. نه چیزه آقا من چه ولش کن گوش کن ببین چی حالا گله اصلا مال خودت بعدو ببر. من میگم که چیزه آره بردار بردار مال خودت. میگم که تو ساندویچ مرغ دوست داشتی یاته؟ منم خیلی دوست دارم. چیه بعد از گل ببین راجع به چی داره؟ آره ببین من میگم که بیا پول بهت میدم برو تو ساندویچ مرغ بخور، دو تا یه وشک بشیم اینجا حال کنیم با هم. بالا ببین قبوله؟ باشه. آره ببین گل بده من نگه دارم برو بگی بیا. پسر تو خیلی ما رو بچه حساب کردی. برو ببینم مرد سر میگم بار تو خیابون دستت نباشه. ما تاره باج نهیدیم به کسی، باج نمه کسی نمیخوایم، باجت بشه از خوده. برو چیزه چیزه بیا 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 چیه؟ یادم رفت بگم ببین یه عکس گنده تو رئیسی عکس انقدی چاپ کرده میخواد بزنه تیتر اول روزمون صفحه اول اول به این گندگی. کدوم مجله؟ مجله خودمون. فقط چی؟ نمیدونم. بعد چون ببین تیتر نداریم ما که، میدونی که ما وقتی تیتر نداریم برمی داریم چیز هر سوژه پیدا میکنیم میدونیم چی میخوایم بزنیم. نمیدونم هر چی فکر من دارم میکنم که چی بزنیم برای تیتر که به تو بیاد به مغزم نرسه. نمیدونم باید چیکار کنم. مرد میلیاردری که تمام عمرش را
در روزنامه مجله شهر قشنگ. او آفرین آفرین، خیلی خوبه. ببین من همینی می نویسم. ماه شو برو. سلام 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 علیکم. ببخشید. سلام بابا. سلام به همایون کبیر. به به چه گل خوشگلی براتون خریدن. فقط من نمیدونم چرا برات زردشو خریدن. من موندم. میشه شوخی نکنی؟ حال وصله شوخی ندارم را میگم. شوخی چیه؟ مگه عشق و احساسات چیزی که میشه با شوخی کرد عزیز من؟ بیمزه نشو دیگه. خودتو لوس نکن. واقعا که همایون، اون دختر معصوم با یک دنیا احساس برات گر خریده و تو به اون بی اهمیتی، و من که دارم در مورد عشق و عاطفه برات حرف میزنم که میگی بیمزه. ببینم تو اصلا قلب و عاطفه داری یا نه؟ رامین جون ندارم. حالا اگه مزخرفات تموم شد برو به کارت برس. خب بخر. تموم شد چه؟ تازه شروع شده. سلام آقای هوشنگی، خسته نباشید. خانم تلیخون ببخشید، اینو شما گذاشتین روی میز من؟ نه، من گذاشتم روی میز فرید. میخواستم خدمتون بگم که اصلا زیاد کار جالبی نکردین که توی محل کار بر من گل گرفتین. نه، امکان نداره تا من عقد نکنیم گل براتون بیارم. بعدش هم خارج از محیط کارم حاضر نیستم شما رو ببینم، مگر اینکه خواهر من یا مادر شما همراهمون باشن. منم نمیخوام شما رو بیرون محیط کار ببینم خانم دلیخون. نه، همینجوری که نمیشه ازدواج کنیم. من حاضر نیستم ندیده و نشناخته با شما ازدواج کنم، باید با شما آشنا بشم. ازدواج؟ کدوم ازدواج خانم دلیخون؟ من اصلا نمیخوام ازدواج بکنم. تازه اگرم بخوام ازدواج بکنم با شما که نمیخوام ازدواج کنم که حسودا پشیمونش کردم.